با کله زدی تو صورت خواهره؟ فاتی کردی ها؟ ماما که دندونت خوب شد؟ اوکیه بابا؟ درد میکنه؟ آخه ببینم دیگه بچه هایی خواهی دندونت شدن الان من تو ریلکس کنم. آخه خوابیده بودم در زد ماما که دوستش رو برده. ماما که دوست شو برده اینجا با هم دیگه بازی کنه. میخوای بیای استخر شخصی من؟ نمیدونم یه دفعه شانسی شده. مرسی بچه. آقا یه داستان حالا تعریف کنم براتون بخندین. من بابام قرصای قلبش رو جا گذاشت، گفت من قرص چیز میخوام، قرص قلبم جا بشم و فلان و بسار. روز اولم به من که گفتم دم در هتل اومد در که میری بیرون یه دونه چیز هست، یه دونه داروخانه است. آقا رفتیم تو این داروخانه گفتیم که سن قرصو داری؟ گفت نه فقط کسافکای داشته، قرص لاغری، قرص نمیدونم وایگرا بزنی شومولانس حالا دور میخوری یا پلو بود دیگه، خیلی اصلا فقط کسرکاری برای استروید و چیزای مال ورزشکار و از این حرفا. بعد گفتم که آقا من بابام داستش اینه و قرص قلبش کجا بگیرم؟ گفت یه مغازه بالا ازش بزرگ یا داشته باشه مثلا اون بعد داشته باشه. گفتم چه راهی؟ گفت 5 دقیقه. من احمقم نمیدونم چرا تلفنم در نمیاد مثلا سرچ کنم کجاست و اینا. آقا با بابای 90 ساله بلند شدیم گفتیم راه بیفتیم. آقا رفتیم ساعت مثلا 3 بعد از ظهر آفتاب مکزیک رفتیم، رفت بغل اتوبان ماشین واسه ساعت چند بغل رد میشدن، یه خواسته وضعی که اصلا نرمال نیست حداقل واسه کانادا. بعد دیگه رفتم جلو و توی این فاصله هم مثلا به 8 تا داروخانه بود، همه اشرافم تو گفتم اینا داری؟ گفتن نه. داروخانه رفتیم تا رسیدیم به داروخانه اصلی. داروخانه اصلی رسیدیم و پیدا کردیم توش و خیلی هم هست چیز بودم که گفتم من حس میزنم که الان بگه که داریم ولی نسخه میخوایم. منم دکتر بابا یکی از آشناهاست مثلا گفتم خب مثلا میشه تکس میذارم برام نسخه میفرسته حالا فردا میام جورش میکنم ولی دیگه فقط ببین داره. مثلا اونجا قرصا شش دونه هم تق تق گذاشون میز و داد بهمون اصلا نه نسخه نه چیکو بیا. بعد مثلا نمیفهمی یعنی چی که بدون نسخه فهمی این رو میخوام نقام بد میدم دیگه. آقا قرصا رو گرفتیم و خوشحال شدیم بعد نشستیم تو ماشین اوبر گرفتم و اوبر اومد ما رو پیکاپ کرد و خوشحال و نشستیم تو ماشین. بابا گفتش که بیا خب پیاده برگردیم، ما خیلی ورزش کردیم. گفت بیا پیاده برگردیم. گفتم نه بابا با اوبر بریم. کلا هم همینجوری برگشتن چیز گفتم شده کلا مثلا میشه 4 دلار. گفتش که خب بیا بریم مثلا 4 دلار دیگه مثلا ما پول پارکینگ یه ساعت 4 دلار تو کانادا یعنی خیلی خنده بود. حالا نشستیم تو ماشین یارو اومد تا در هتل پیاده شدیم ما نمیدیم تو اومد تو در من گفت آقا این عینک با حالات کو. بعد گفتم که گمش کردم. بعد خندید گفت مگه میشه کسی عینک اون خوشگلی رو گم کنه؟ دیگه من دویدم بیرون و تاکسی هنوز اونجا بود. گفتم آقا من عینک همون جا گذاشتم با بیزبونی یارم نیست یعنی انگلیسی حرف نمیزن. گفت اوکی بیا بریم. نشستیم تو ماشین و برگشتیم اونجا به بابام که بابا بیا برگردیم. گفتم که اوکی بریم. رفتیم اونجا نشستیم توی پارکینگ و رفتم تو داروخانه. گفتم که آقا خیلی بزرگه مغازه مثل والمارت میمونه کسی میدونه مثلا چقدر والمارت گنده است. من قصه خواهم گفتم آقا من عینکم رو اینجا گذاشتم کسی دیده اونو مثلا نما نهیدیم خیلی من هم نام کنم بعد یکی گفت برو سیکیوریتی هم سیکیوریتی بعد گفت برو اون خواسته دیده یه جه سن گشتیم یه جه نبودن من میدونستم نباید برم و بعد دیگه گفتم تا اینجا بانیم بگیم دیگه. بعد رفتیم نشستیم تو ماشین و با اون هم خیلی ناراحت شد بنده خدا که مثلا تقصیر اون حالا مثلا به مثلا رپی داره من مرد ترس گنده بیشورم. رسیدیم اونجا من اینکه در آوردم خیلی اون لحظه برام چیز بود که الان قرصا رو دارن ندارن. بعد یه قرصا رو آورد بیرون دیدم دارم و گذاشت جلوم انقدر خوشحالم کاملا چیزو از مغزم پاک کردم عینکو. من مثلا یه چیز بودم بعد مثلا وقتی داشتم تو بارش با اون خیلی ناراحت شد اینا گفت آقا من ناراحتم اون فلان بسار بیا یه عینک خوشم گوچی بود در آورد گفتش که سوی عینک من تازه خرم فقط 3 بار زدم. من بابا نمیخوام مال خودت دیوونه میخوام نه حالا بزن ببین خوشگل بهت میگم نمیخوام من خودم مثلا 10 تا عینک دارم مثلا لازم ندارم. بعد دیگه نبود دیگه رفتیم سمت تاکسی شدیم دوباره راه افتادیم و بابام خیلی ناراحت بود. بعد گفتش که من هر چقدر باشه پول اینو میدم. گفتم بابا به تو اصلا ربطی نداره اصلا ولش کن یعنی چی حرفا چیه تو کاری نباشه من 7 8 تا عینک دیگه دارم مهمم نیست. مهمترین چیز اینه که قرص تو گرفتیم دیگه خیالم تو سفر راحته. یه بابا قرصا کو بابا هم قرصه رو جا گذاشته بود. بعد دوباره برگشتیم تو مغازه به یارو دوباره به تاکسی گفتیم برگرد مغازه تاکسی که دیگه ما دیوانه ایم. دوباره تاکسی برگشت مغازه توی مغازه رفتیم دویدیم. حالا به بابا هم میگم بابا بگو کجاست چون تاکسی یه جای دور میزن من همجا باست من میله میپرم میرم تو دو سنیه.
به بابا میگم بابا بگو داروات کجاست، میگه تو مغازه است. میگم خب یه نشونه به من بده، میگه تو مغازه است، انگار نمیخواد بگه. بعد من رفتم اونجا وایسادم دویدم ببینم بابام نیست. 3 دقیقه گذشته بابای نیست، بعد میگم میگم راننده پیاده شده، اونم با بابام اومده، بابام رفته بود اون وقت گم شده بود. بعد دیگه بابای من رفت اونجا قرص شانس بودی گشوه جا وسط آیلی گشوه قش دقیقاً هم میدونه کجاست، یعنی مثلا اگه فقط بهم گفت از درک میری جلو اولی میز همون گوشش من میرفتم پیدا میکردم، ولی من که رفتم تو نمیرسم سکیوریتی رفتم تو، برم تو قسمت راست سمت چپ داروخانه بود، من واقعا نمیرسم کجا نگاه کنم، این قسمت هم انقدر توش وسیله بود تو نمیرسی قرص رو ببینی، چون اونم بازی جعبه بود دیگه، من نمیرسم جعبه شون دیگه حفظ نکردم تو دو ثانیه. خلاصه قرص اونا برداشتیم و اومدیم دیگه هتل. بعد خواهرم هم فهمید گفت آقا من پول عینکتو میدم، خلاصه دیگه سرتون درد نیارم. خواهرم یه بار بهم پول داد، بابا یه بار بهم پول داد، قبل از اینکه اینو بهم پول بدن خودم خریدمش، یعنی هم باشه انقدر بگیم نکنه قربونت برم دیگه، همین دیگه عینکی، حالا دیگه داستان عینکی بود. بعدی که بچه ها لطف کرد من آورد فرودگاه، گفتم که بریم همین مغازه برایش تکیلا بگیریم، دوره سوار ماشینشون رفتیم مغازه تکیلا گرفتیم، سوار ماشینشون برشیم من خونه، اونم تو دیدم تکیلا رو دو تاکسی جا گذاشتم. البته بگم همونجا تصمیم گرفتم دیگه من هیچ وقت بدون کیف نمیرم بیرون، گفتم آقا من دیگه این روزی بود که من فهمیدم دیگه تو این موضوع من بد شدم، چون من تو مکان همیشه کیف دارم دوشم، همه چیم تو اینه، هیچ وقت نباید حواسات چیزی در میام اینه که ما میره تو این، بعد کاملا بد عادت شدم سو دیگه هیچ وقت بدون کیف هیچ جا نمیرم، یعنی اتفاقی نمیفته، جلوگیری ازش خواهم کرد. ولی چقدر خنده دار بود، یعنی بعد روز سوم یه عینک دیگه گوچی دارم شبیه همون عینک اولی است، بعد حتی زنم به همون این که این همون قبلی است که بابا تو که عینک دارید پس همه چی خوبه اینا، اونم گم کردم روز سوم، هر چی گشتم فقط شانسی که بردم گوشه بودم روی میز بیرون، تو میز مونده بود. خیلی عجیبه همچین اتفاقی توی مکزیک، ولی واقعا شانس آورد. دیگه گفتم که من کمکت احتیاجم، کاملا نشون میده من احمق شدم و باید یکی منو جمع کنه، الانم این کارو قبول کنه. باشه بیا اینجا توی فیلم چیزی بگو برو. بیا بگو چه عقب باور اذیت می‌کنی بعضی موقع وقتی نه خدای بیا اینجا بیا بالا. باشه چه عقب باور بعضی موقع اذیت می‌کنی. ولی بگم خیلی بیشتر موقع نه 90% بیشتر موقع خوشحال می‌کنی و خوبی. 90% خب من فکر می‌کنم تو اصلا اینو متوجه نمی‌شی خودت. ولی 10% موقع یه کاری می‌کنی که غیر عادیه. چرا فکر می‌کنی کارو می‌کنی؟ نظر خودتو بشنو. من نمیدونم چی بگم. خب یعنی چی فکر کن جواب بده دیگه. چرا بعضی ما کار غیر عادی میکنی؟ کاری که نرمال نیست. اگه یارم میاد نمیدونم تو ویدیو درست میکنی. پس خب پس ببین نگو نمیدونم بیا خوب گفتی. پس به خاطر اینکه اطلاعات کافی نداری. درسته؟ یعنی اینفورمیشن نداری. من که... کافی نمیخورم. نه کافی یعنی enough. نه. کافی به فارسی یعنی enough. یعنی you don't have enough information. قربونت برم من کافی نمیخورم. خب بگو ببینم. پس یعنی اطلاعات اناف نداری ها؟ خب پس چیکار باید بکنیم؟ چشمونو باز کنیم ببینیم دورانمون چه اتفاق میفته. درسته؟ I love you. بچه دیگه امیدوارم این داستانه مکزیک بود، دم این برعکسی که حال دادم اتاق مشی رو دادم و دم شما گم که اصل اصل شما هم که این کار کردین، دمتون گم، love you، تا اپیزود بعدی، جاکس.